سلام در این ویدیو من میخوام با شما در رابطه با نحوه مصرف داروی سرترالین در درمان اختلال افسردگی صحبت بکنم داروی سرترالین که از دست داروهای SSRI ها هست یکی از داروهایی که بسیار در, در درمان اختلال افسردگی استفاده میشه یادتون باشه که از این اطلاعات در راستای افزایش آگاهی خودتون استفاده بکنید و برای مصرف دارو حتما از متخصص مربوطه کمک بگیرید سرترالین از دست داروهای مهار کننده ای انتخابی باز جذب سروتونینه در افسردگی دوز اولیه آغاز درمان 50 میلی گرم در روزه که یک بار در روز باید مصرف بشه صبح ظهر یا شبش مهم نیست اما بیشتر توصیه میشه که صبح ها مصرف بشه و اینکه با معده پر یا خالی بخورید هم اهمیتی نداره اما اگر مشکلات معدوی یا هضم غذا دارید توصیه میشه که با میده پر مصرفش بکنید در دو روز اول این دارو رو باید نصف مصرف بکنید یعنی 25 میلی گرم و از روز سوم به بعد 50 میلی گرم در روز مصرف خواهید کرد بعد از گذشت دو تا چهار هفته اثر بخشی دارو ایجاد میشه و اگر بعد از دو تا چهار هفته اول که مصرف دارو به اتمام رسید اون میزان تغییری که مورد نظر ایجاد نشه اقدام به افزایش دوز دارو برای پنجاه میلی گرم در هر هفته میکنن دوز نگهدارنده یعنی دوزی که درمان درش شکل میگیره 50 تا 200 میلی گرمه و بیشتر از 200 میلی گرم در افسردگی تجویز نمیشه دوز نگهدارنده در هر فرد میتونه متفاوت باشه شاید در یه نفر پنجا یکی صد یکی صد و یا یکی دیویس باشه اما عموما بعد از چهار هفته اگر درمان اون میزانی که مورد انتظار شکل نگرفته باشه اقدام به افزایش دوز میکنن تا دوز نگهدارنده رو پیدا بکنن درمان افسردگی با این دارو بین 6 تا 6 ماه تا یک سال میتونه به طول بیانجامه که هر چه شدت افسردگی بیشتر باشه میتونه میزان مصرف رو هم افزایش بده اما قاعدتا باید بین یک بازه شش ماه تا یک سال درمان شکل بگیره در بعضی از موارد شاید بیشتر از این میزان بشه اما در اکثر موارد بین شش ماه تا یک سال درمان ایجاد میشه در هنگام قطع دارو هم شیوه قطع کاهش دوز به صورت تدریجی که در هر هفته 50 میلی گرم از دوز دارو کاهش پیدا میکنه و نهایتاً قطع میشه